سلام دوستان، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که عالی باشین. امروز یه هوای فوق العاده عالی داریم. جورج هم که داره این پشت خودنمایی میکنه و با دود و فلان و اینا خیلی باحال شده. امروز دمای هوا تو هلوش 20 تا 24 درجه، یکی از بهترین دماهای ممکنه زنبورداریه، ولی چون که قبلش 30 بوده یه هوشده 20-24، یه ذره شوک امکان داره به زنبوراتون وارد شه. البته بچه‌ای که توی شمال زمینه ندارم بهشون میگم. خیلی خوشحالیم که هستین، خیلی خوشحالیم که توی یوتیوب خیلی از ما تعریف کردین، کامنت گذاشتین، خیلی لذت بردیم. مثلا یکی از کارهایمون دیگه میشینیم کامنتاتون میکنیم، لذت میبریم. البته ببخشید که دیر جواب میدیم چون واقعا سرمون شلوغه توی، ولی حتما جوابتون رو میدیم. دوستان امروز اومدیم واسه بچه‌هایی که تازه وارد این کار شدن یه مبحثی رو بگیم، بازش کنیم، تعریفش کنیم، دوستان یه ذره بهتر متوجه بشن. خب راستش ما هم همینطوری بودیم، اول کار نمیدونستیم. دوستان از ما سوال کردن که فرق بین بچه طبیعی و بچه مصنوعی چی؟ اصلا چرا ما بچه مصنوعی میگیریم؟ چرا زنبور بچه طبیعی میده؟ من میتونیم یکی دوتا از چراها رو توضیح بدیم، همه رو نه، خیلی جامعه، ولی براتون توضیح میدیم تا جایی که بتونیم. اولین مورد بچه طبیعیه. بچه طبیعی دوستان به طوری که خود زنبور تصمیم به بچه دهی میکنه، یعنی تصمیم به تکثیر میگیره. حالا این دلیلش چیا میتونه باشه؟ یکی از منطقی ترین و بهترین دلیل ها اینه که زنبور زمانی که توی فصل اوج شهداوری و اوج گردآوری، چون که در حال بافتن ملکه، در حال تغذیه مناسبه و تخمریزی وحشتناکی داره، روزی 2000 تا 2500 تا تخمریزی داره، این باعث میشه که یک انبوه جمعیتی شکل بگیره. یعنی تخمریزی میکنه، تخم لارو شفیره تبدیل به زنبور میشه و کندوی ما یهویی یک جمعیت عظیمی مثل انفجار داخلش رخ میده توی این فصلهای خوب سال. و در این زمان چون که کمبود جا و فشرده سازی زیادی صورت میگیره و خب نمیتونه مثلا روزی 10 تا قاب ببافه، به خاطر همین این فشرده سازی کم کم زنبورای کارگر، اون دفعه هم توی اون ویدیو بهتون گفتم که زنبورای کارگر تصمیم میگیرن، زنبورای کارگر تصمیم میگیرن که این فشرده سازی کمش کنن، یه ذره جای کندو رو بازش کنن. به خاطر همین میان فنجونک میزنن، ملکه رو مجبور به تخمریزی داخل فنجونک میکنن و فنجونک ها رو با ژل رویال پر میکنن تا زمانی که به یک ملکه جدید رو تکثیر کنن. حالا امکان داره یک کندو به خاطر نژادش یه دونه شاخون بزنه، ولی باز موقع میبینین یک کندو بالای 20 تا شاخون میزنه. دوستان این کاملا به نژاد بستگی داره، به هوا بستگی داره، به فصل بستگی داره. خب بگذاریم، زمانی که این ملکه جدید متولد میشه، کارگرا ملکه قدیمی رو مجبور میکنن که کندو رو ترک کنه، یعنی بل اجبار این کار رو انجام میدن که کندو رو ترک کنه و ملکه با یک تعداد زنبور کارگر، زنبور پروازی شروع میکنه به ترک کردن ملکه برای پیدا کردن یه جای جدید. به این میگن بچه طبیعی. دوستان بچه طبیعی پس چه زمانی رخ میده؟ اصولا دوستان نگاه کنید، باز نمیگم 100%، اصولا توی فصلهای اوج شهداوری و اوج تخمریزی که زنبور کندو با یک جمعیت عظیمی روبرو میشه. ولی خب ما نژادهایی داشتیم که در وسط فصل تابستون هم بچه دهی داشتن، یا نمیدونم در یک فصلهای بچه دهی داشتن که اصلا امکان بچه دهی نبوده. اینا تقریبیه، اینا به نژاد بستگی داره، اینا به نوع آب و هوا، نوع اون فصل، نوع رفتار زنبور در اون فصل بستگی داره دوستان. پس فهمیدیم که بچه طبیعی چیه. حالا بچه طبیعی زمانی که از کندو میاد بیرون اصولا میره تو روی نقطه میشینه، حالا روی یه درختی، روی دیواری، یه نقطه بلندی میشینه و منتظر وای میسه تا یه جای جدید پیدا کنن که بعد بره به اونجا. شما میتونید توی این حد زمان خروج از کندو و اون بگیرینش، که باز برای اینکه جلو برای رفتنش جلوگیریایی داره که ما ویدیوهاشو گرفتیم و 100% این بالا یا اون آخر ویدیو این مربعای کوچیک میذاریمش. بچه مصنوعی میشه گفت بچه مصنوعی خیلی خوبیا داره و در این حال واسه کسایی که میخوان عسل بگیرن یا محصولات زنبورداری برداشت کنن خوبی نداره زیاد. اما ما بچه مصنوعی اصلا چیکار میکنیم؟ چرا باید بچه مصنوعی بگیریم؟ دوستان یکی از عامل‌های جلوگیری از همین بچه طبیعی بچه مصنوعی گرفتن. اما چه زمانی؟ چه دوره‌ای؟ این مهمه. نگاه کنین، شما با بچه مصنوعی گرفتن به صورت دستی جمعیت زنبور رو کاهش میدین. یعنی زنبور میان کلونی زنبورتون رو از حد میزان حد اکثرش یک مقدار خالی میکنین اون فضا رو. این باعث میشه که
زنبور مجاب نشه به بچه دهی. اما این چه زمانی باید رخ بده؟ شما میایین زنبورداری میکنین، من برای چی بهتون میگم که حتما زنبوراتون رو خودتون سر بزنین، رفتاراشون رو بشناسین. شما بعد از یک سال زنبورداری متوجه میشین که کدوم کلونیاتون مستعد به بچه دهی بیشتری هستن. زمانی که اینطور میشه، شما در وسط، دقیقا وسط و اوایل فصل تخمریزی زیاد و گردآوری و شهداوری، میان یه بچه از زنبورتون میگیر. این کار باعث خونسا شدن اون حجم، اون فشار زیاد داخل و اون انبوهی رو کمش میکنین دوستان. حالا به چطور؟ ما بچه مصنوعی هم فیلمش رو گرفتیم واسه تون میذاریم. بچه مصنوعی به این صورتی که شما به صورت دستی چند تا قاب به علاوه تخم، لارف، شفیره ور میدارین با یه مقدار از جمعیت، داخل یه کندوی دیگه انتقال میدین و این کندو رو با فاصله زیادی از کندوهای اصلی دورش میکنین یا میذارین جلوتر از کندوی مادرش، که حالا یا میتونین ملکه داشته باشین، بهش ملکه معرفی کنین، حالا ملکه ممکنه جفت خورده باشه یا باکره باشه، یا اینکه نه میتونین به طور طبیعی اگر تخم و لارو جوان داشته باشه، لارو جوان و تخم داشته باشه، میذارین که خودش شاخون بزنه و ملکه تولید کنه. هر کدوم اینا هم ایراد داره هم مزیت داره. خب بالاخره تخم لارو شفیره اگه بخواد خودش به ملکه تبدیل بشه یه زمان طولانی میبره، ولی شما میتونید با ملکه داشتن بهش جایگزین کنید و این زمان رو کمش کنید. حالا دوستان میخواستم اینو بهتون بگم که بچه مصنوعی گرفتن خیلی راه‌ها داره و اینکه دلایل متفاوتی داره. یکی اینکه شما یک زنبور تازه کار هستین و اینکه هلوش 4 تا 5 تا کندو دارین و میخوان این کندوهاتون رو افزایش بدین. یکی از راه‌های افزایش کندو بچه مصنوعی گرفتن. شما میتونین هم بچه مصنوعی بگیرین با این کار، یا اینکه نه شما چند تا کندو دارین، یکی از ملکه‌هاتون خیلی عالیه، نگاه کنین مثلا میبینین یکی از ملکه‌هاتون نسبت به بقیه ملکه‌ها بچه‌دهی کمتری داره، یا نمیدونم عسل‌آوری بهتری داره، ژل‌آوری بهتری داره، شما میایین با بچه مصنوعی گرفتن از اون باعث میشه که اینو تکثیرش کنین دوستان. خیلی جالبه، یعنی شما میتونین با بچه مصنوعی تعداد اون کندویی که از اون جنس و خوب هست رو تکثیر کنین و تعداد کندوی خوبتون رو افزایش بدین. یا یک راه دیگه هم داره، شما گاهی اوقات میبینین یک ملکه خاصی میخرین و این ملکه خاص از یه لحاظاتی خیلی عالیه. خب اصولا ملکه‌هایی که تولید میشن و خارجی ان واسه یه نقطه‌ای خیلی عالین، واسه یه نقطه‌ای زیاد خوب نیستن. شما میتونین با بچه مصنوعی گرفتن بیارین توی کلونیای خودتون. بچه مصنوعیش زمانی که ملکه از اون جنس در اومد میره با نرهای بومی اون منطقه یا نرهایی که در اطراف هستن تولید مثل میکنه و این تولید مثل باعث این بهینه سازی ملکه‌هاتون میشه، بهینه سازی کلونیاتون میشه به مرور. دقت کنین، یعنی شما میتونین با داشتن یه ملکه، دو ملکه خارجی خوب این کارو بهینه سازی کنین و یه کلونیای عالی داشته باشین. مثلا پرخاشگری زنبوراتونو بیارین پایین، تخمریزی زنبوراتونو ببرین بالا و بچه دهی طبیعی زنبوراتونو کاهش بدین دوستان. پس اینجا فهمیدیم که بچه طبیعی زمانی که خود زنبور این کارو انجام میده، یعنی اینکه خودش به صورت خودجوش زنبورای کارگر تصمیم میگیرن که بچه طبیعی کنن تا حجم داخل کلونی رو کاهش بدن. و گاهی اوقات دیده شده دوستان فکر کردن مثلا یه کندو بچه داده و ملکش با یه عالمه زنبور میره کنار، میرن در کلونی رو باز میکنن، میبینن هیچ، نصف زنبوراش، شرط کنم 3/4 زنبوراش رفتن. دوستان این بچه دهی نیست، این فرار ملکه است. زمانیه که یک کلونی بیمار میشه یا رطوبت، درصد رطوبتش خیلی بالا میره، یا به صورت یه حمله حیوانا حشرات ریز باقی میشه، ملکه تصمیم میگیره که از کلونی بره بیرون و فرار کنه، یعنی تقریبا از اونجا رو جابجا کنه. این بچه طبیعی نیست دوستان، این فرار ملکه است. خب دوستان یه جنبندی آخرش هم انجام بدیم و تمام. پس فهمیدیم که بچه طبیعی به این صورت اجرا میشه و بچه مصنوعی جوری که ما به صورت دستی اجراش میکنیم، یعنی میایم یا برای بهینه سازی یا برای افزایش کلونی یا برای افزایش یک نوع نژاد یا برای کاهش بچه طبیعی دادن. دوستان کاهش بچه طبیعی دادن باز احتمال کاهشه، اینطور نیست که حتما و حتما باعث کاهش بچه طبیعی دادنه. دوستان خیلی مهمه، خیلی دوستتون داریم. خدا رو شکر، خدا سر هزار مرتبه شکر که این بستر رو واسه ما فراهم کرد که بتونیم این علم و این دانش رو بتونیم با هم در اشتراک بذاریم. حتما اگه چیزای بیشتری میدونین، اگر دلایلی بیشتری میدونین، این زیر حتما کامنتش کنین تا همه استفاده کنن. دوستان منم یکی از بهترین کامنت ها رو من حساب پینش میکنیم که حتما همه بچه‌ها ببینن.
دوست دارم امروز یه کامنت خیلی عجیب غریب و خیلی باحال بذارین این زیر. ایشالله که همیشه موفق باشین، همیشه شاد باشین، همیشه سلامت باشین، در پناه خداوند. خدا یار و نگهدارتون. خدافظ.